ششم دلو سال 95 برای فوتبال باشگاهی افغانستان روز متفاوتی بود. اولین سفر نماینده کشور برای حضور در رقابت‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا. شاهین آسمایی با عنوان قهرمان فوتبال افغانستان بعد از پشت سر گذاشتن تمریناتی فشرده عازم تاجیکستان میشد تا مقابل حاصلات این کشور در مرحله پلی‌آف جام کنفدراسیون آسیا قرار گیرد. ما به شهر دوشنبه رسیدیم که از طریق سفر هوایی 55 دقیقه با کابل فاصله دارد. شهری کوچک و زیبا که میبایست میزبان هر دو بازی رفت و برگشت شاهین آسمایی و حاصلات میبود. سلام، شاهین آسمایی نماینده فوتبال افغانستان به دوشنبه پایتخت کشور تاجیکستان رسید. این تیم در دو هفته آینده دو مسابقه رفت و برگشت مقابل حاصلات تاجیکستان در مرحله پلی‌آف رقابت‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار خواهد کرد. با من امام‌الله قیصری در این برنامه همراه باشید، برنامه‌ای که به اولین حضور نماینده فوتبال افغانستان در رقابت‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهد پرداخت. در پارک رودکی هستیم، پارکی که در مرکز شهر دوشنبه قرار گرفته. اونجا مجسمه رودکی هست، شاعر پارسی زبان. پشت مجسمه رودکی مرکز حکومت جمهوری تاجیکستان هست، آن طرف قصر ملت هست و کنار قصر ملت نشان جمهوری تاجیکستان قرار گرفته. این طرف هم کتابخانه شهر دوشنبه هست، یکی از کلانترین کتابخانه های این منطقه، و مجسمه سامانی هم آن طرف هست. یکی از مناطق زیبا و تماشایی شهر دوشنبه همین پارک رودکی هست. حالا زمستان هست ولی مطمئنن افراد زیادی برای تفریح کردن در بهار تابستان اینجا می آیند. شاهین آسمایی بعد از رسیدن به دوشنبه در هتل پایتخت این شهر اقامت گزید. هتلی در مرکز شهر که فاصله زمانی آن تا ورزشگاه 15 دقیقه بود. شاهینی‌ها از فردای رسیدن به دوشنبه تمرینات خود را در میدان شماره 2 استادیوم مرکزی این شهر آغاز کردند. این تیم با چند تغییر معدود در ترکیب خود نسبت به لیگ برتر افغانستان و جام کنفدراسیون آسیا آمده بود. تمرینات امروز بچه ها یک اندازه بیدارسازی بود و تمرینات تکتیک بود، آشنایی با همی میدان و با همی جوف زمین، آشنایی با آب و هوا. یک روز بعد از رسیدن به دوشنبه یک خبر تلخ اردوی شاهین را تحت تاثیر خود قرار داد. حمیدالله یوسف سعی، دروازه‌بان با تجربه فوتبال افغانستان، دچار مصدومیت شده بود. او قادر به همراهی طلایی پوشان نبود. بدبختانه در تمرین دیروز دستم از طولی چپ دستم شکست و متاسف هستم. بسیار زیاد تمرین کردم و امیدوار بودم که من بازی کنم در مقابل اصولات، اما بدبختانه که نتانستم و البته همین قسمت بود. من فقط امیرم میگم که دعا میکنم برای شاهین آسمایی که بخیر مسابقه را ببریم.
تمرینات تنها دروازه‌بان شاهین آسمایی در بازی رفت زیر نظر نادر عالمی دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال کشور انجام می‌شد و کاوش خود را برای بازی برابر حاصلات آماده می‌کرد. ما تمرینات سخت فشرده را پشت سر گذاشتیم و انشالله همه بچه ها قسمی که همه ما میبینیم سر حال سر فرم هستن. کنترول بول بچه چهار نفر رفتیم یک از ایجا تیم بسیار فوق‌العاده روحیه بالا معلوم میشن و تمریناتشان، تمرینات فیزیکیشان و همچنان تخنیکیشان فوق‌العاده خوب معلوم میشه و ما فکر میکنم که تیم کاملا آماده روی با تیم حاصلات تاجیکستان است. تمرینات شاهین به طور منظم هر روز برگزار می‌شد. نماینده فوتبال افغانستان خود را برای اولین حضور در جام کنفدراسیون آسیا آماده می‌کرد. روز سوم سفر به تاجیکستان هست. تیم فوتبال شاهین آسمایی همانند دو روز گذشته امروز هم در یکی از میدان‌های اطراف استادیوم مرکزی شهر دوشنبه تمرینات خودش را انجام میده. امروز حرکات ترکیبی و تاکتیک‌های گروهی بین بازیکنان این تیم کار میشه. همه حرکت، یک دو سه. بری بری آفساید. بسیار بچه آماده هست و خودتون میبینید که هر روز تمرینات ما بسیار دوامدار جریان داره. به امید خداوند میتونیم که این نتیجه خوب بگیریم. ملاقات هماهنگی بازی اول با حضور نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسئولین دو تیم و نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان مطابق روال تمامی بازی‌های رسمی یک روز قبل از برگزاری بازی تدویر یافت. طبق فیصله مسئولین برگزاری مسابقات، شاهینی‌ها با پیراهن‌های سیاه رنگ مقابل حریف خود قرار می‌گرفتند.
در نشست خبری روز قبل از بازی که با حضور مربی و کپتان‌های هر دو تیم برگزار شد، سمیع‌الله محمدی به عنوان کپتان شاهین آسمایی از شرایط این تیم در بازی اول گفت. برای مردم افغانستان، کسایی که فردا مسابقه رو می‌بینن از تلویزیون و کسایی که طرفدار شاهین هستن، شما برای اولین بار آمدید. طوری که تمام دوستان که در این مورد آگاهی دارن می‌فهمن که از لحاظ امنیتی افغانستان خوب نیست و می‌خاطر حتی نتانستیم میزبانی از این مسابقات بگیریم و این مسابقات در اینجا برگزار میشه در کشور که همراه از امو تیم که حریف ماست مسابقه داریم در کشور از امو، طبعا یک تاثیر خاص خود داره. این یک رویداد است که برای اولین بار در کشور افغانستان رخ داده، یک تیم کلبش میاد در مسابقات به حساب بین المللی اشتراک میکنه. روز قبل از بازی دوشنبه برفی بود و شاهینی ها نیز اجازه داده شد تا در این هوای برفی آخرین تمرین خود قبل از بازی را در میدان اصلی استادیوم مرکزی پایتخت تاجیکستان انجام دهند. کادر فنی شاهین آسمایی برای بررسی سیستم و روش بازی حریف نشست‌هایی با بازیکنان نیز داشت. این نشست‌های شبانه در اتاق سرمربی برگزار می‌شد. فراموش نکنید. حضور وطن دان همه منتظره. همین بازی. همه منتظر. امروز یک بچه‌ی افغانستان پیش من اومده است. بچه‌ی التیموس. همه مردم این بازی نگاه می‌کنند. همه باور می‌کنند. فراموش نکنید اگجو همه شمو من وطن افغانستان من هم هستم کلان شدید چند قناه خوردید چخیل که وضعیت بود شمو استادیون در اومدید تمرین کردید مرارت تا چی برداشتید فراموش نکنید این مخنتی کلان شما کردید. چند ساعت قبل از رفتن به سمت ورزشگاه، بازیکنان شاهین آسمایی خود را برای اولین حضور در یک مسابقه بین المللی باشگاهی آماده می کردند. آمادگی می گیریم بخیر مسابقه، یه لباس موسا جمع که داره اسیم بخیر وسایلو جمع می کنیم برای بازی با آسولات تاجیکستان به امید پیروزی تیم شاهین آسمایی. بخیر ما امروز شرک ریسک کلان میگیرم بخاطر اینکه دستمم شکسته و میخوایم که بخاطر روی بچه ها در میدان کتشان باشم و خدا نکنه اگر گلکیپر ما رو چیزی شد اگر خدا نخواسته به اوگار شده و مصدوم میشد مجبور استم که دمی دست استاد میشم بخاطر افغانستان. روز مسابقه از راه رسید. سه‌شنبه 31 جنوری 12 دلف. همه چیز برای برگزاری مسابقه خوب به نظر می رسید. شاهینی ها در یک فضای کاملا صمیمی نان چاش را صرف نمودند. چند ساعتی تا نخستین بازی شاهین آسمایی باقی مانده بود. از دو ساعت قبل از آغاز بازی دو تیم به ورزشگاه رسیدند. بسیاری از تماشاگران از منطقه فرفار در جنوب غرب تاجیکستان برای حمایت تیم خود آمده بودند. حاصلات نماینده فرخار در لیگ تاجیکستان می باشد و در آخرین دوره لیگ این کشور بعد از استقلال به مقام نایب قهرمانی رسیده بود. در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه هستیم تا کمتر از 90 دقیقه بازی شاهین آسمایی مقابل حاصلات برگزار میشه. هر دو تیم رسیدن به ورزشگاه، تماشاگر هم کم کم در حال آمدن به ورزشگاه است. اون سمت از ورزشگاه طرفداران افغان هستن که انشاءالله رفته رفته بیشتر شون و برای حمایت از شاهین آسمایی بیان به استادیوم مرکزی شهر دوشنبه.
مهاجرین افغان نیز با تمام مشکلاتی که برای رسیدن به ورزشگاه داشتند، برای حمایت از نماینده فوتبال افغانستان خود را به محل برگزاری مسابقه رسانده بودند. گزارش بازی رفت از شهر دوشنبه برای شبکه‌های تلویزیونی طلوع و لمر انجام شد. And now the moment we will all been waiting for. Let us welcome the teams of Shaheen Asmai and Hosilo. بازی رفت شاهین آسمایی به قضاوت ماشنسف قرقیز آغاز شد. ده دقیقه اول بازی با حملات نصف و نیمه شاهین پیگیری شد. این طرف امردین به دنبال توپ هست. امردین بین دو تا بازی کنه. حاصلات و توپی که رستم ریزوئف در اختیار گرفت. دقیقه 11 اولین موقعیت جدی بازی نصیب حاصلات شد که با بی‌دقتی مهاجم آفریقایی حاصلات توپ و بیرون از میدان رفت. برگشت شد. این طرف ضد حمله. خروج کاوش حیدری دروازه بدون دروازه‌بان هست. ببینیم چه کار خواهد شد. و خوشبختانه توپ بیرون رفت. ضربه جونز. اشتباه در خط دفاعی شاهین آسمایی موقعیت دیگری را در دقیقه 18 نصیب حاصلات کرد. هنوز موقعیت هست برای بازیکنان حاصلات. شانس آوردیم که این بازیکن حاصلات با بی‌دقتی هرچه تمام توپ را به بیرون زد. دقیقه 34 بازی خطای سمیع الله محمدی پشت محوطه جریمه ضربه آزادی را نصیب حاصلات کرد. دقیقه 34 اینجا خطای بازی خطرناک گرفته شد. این حرکت در نهایت دروازه تیم ما را باز کرد و حاصلات بعد از دست دادن چند موقعیت به گل رسید. چگونه استفاده خواهد کرد حاصلات تاجیکستان از این موقعیت؟ کریموف ضربه خودش را نزد. غفاروف و توپی که میگیره. وای گل، گل برای حاصلات تاجیکستان در مرتبه دوم و در برگشت دروازه را ابراهیم رحیموف باز کرد. برخلاف جریان بازی شاهین در آخرین لحظات نیمه اول میتوانست گل مساوی را توسط امردین شریفی به ثمر برساند. پاس سمیع‌الله محمدی برای امردین شریفی. این شاید آخرین موقعیت ما باشه در نیمه اول. امردین شریفی بزن، بزن امردین. در نیمه دوم شاهین آسمایی در دقیقه 53 به گلی رسید که داور و کمک داور مردود اعلامش کردند. سرداری ارسال با پای چپ، موقعیت برای امردین شریفی و گل در شرایط آفساید. ادامه نیمه دوم نیز با برتری حاصلات دنبال شد. طرف در خط دفاعی چیکار کردیم و چیکار کردیم بازیکن حاصلات جونز؟ ما چیکار کردیم؟ این چیکار کرد؟ در وقت‌های اضافی بازی روی موقعیتی که حاصلات داشت، کاوش حیدری در یک برخورد شدید با بازیکن این تیم دوچار مصدومیت شد. مصدومیتی که حضورش در بازی برگشت را هم دوچار تردید میکرد. کاوش حیدری از وضعیتش اصلا خوب نیست. این ضربه غفاروف هست. چون با کمک دیرک دروازه. اوه چقدر خطرناک. ضربه‌ای که به صورت کاوش حیدری خورد. مصدومیت کاوش حیدری باعث آن شد که شاهینی‌ها در لحظات پایانی هیچ دروازه‌بانی را در میدان و روی نیمکت نداشته باشند و همین امر موجب آن شد که کپتان تیم در دروازه قرار گیرد. بازی رفت شاهین آسمایی و حاصلات که روی کاغذ با میزبانی شاهینی‌ها برگزار شد، با برتری 1-0 حاصلات خاتمه یافت. در این بازی حاصلات بهتر بود، موقعیت‌های بیشتری را روی دروازه شاهین خلق کرد و در پایان پیروز مسابقه گردید. با این نتیجه تمام نگاه‌ها به بازی برگشت که یک هفته بعد برگزار می‌شد دوخته شد. بازی تمام شد. شاهین بازی اول را 1-0 باخت در مقابل حاصلات تاجیکستان. یک هفته بعد بازی دوم برگزار خواهد شد. باید ببینیم که چه آمادگی را کادر فنی و مدیریتی شاهین برای بازی دوم خواهد داشت. در آخر بازی کاوش حیدری هم مصدوم شد که انشالله وضعیتش خوب باشه و اتفاق خاصی برای این دروازه‌بان خوب فوتبال افغانستان رخ نداده باشه. میدونید اگر ما ایسوپ میکنیم چند
کدام تیم بسیار لغزه بود اینجا کمتر با فایده تیم خسلوت است. نه که شما دیدید دویم تایم دویم کسیم چه خلیگی بوزی کدیم باور کنید کمتر نرسید مهارت نرسید. یا من فکر میکنم ما داریم پنج روز دیگه ما کار میکنیم بعد همین اخدو چه خلیگی ما کدیم ما همین دویم بوزی کوشش میکنیم نکنیم خاطر. شاهین آسمایی بعد از شکست 1-0 مقابل حاصلات و ضیافت نان شبی که از طرف سفیر افغانستان در تاجیکستان برگزار میشد رفت. یگانه چیزی که توجه ها را کاملا نمو موجود را که خداوند بدون تعصب خلق کرد در نمایش بازی‌های شما مردم شد. هیچ نوع تعصب نیست. هیچ کس نمیگه که فلان سیاه‌پوستش که بوده چه خبر میشه. هیچ کس نمیگه که فلان سفیدپوستش بوده چه خبر میشه. یا فلان از فلان مملکت است. امروز در تاجیکستان اکثریت تلویزیون طلوع می‌بینند و خوشحال هستم که در رشد فوتبال افغانستان تلویزیون طلوع نقش بسیار مهمی خود را اهدا کرده. بعد از بازی رفت مقابل حاصلات شاهینی ها یک روز را به استراحت پرداختند و از پنجشنبه تمرینات از سر گرفته شد. اونیه که بچه ها شما میخوانی زبانه هیچی نیست اینجا هیچی نیست. من گفتم 15-20 دقیقه چی؟ خوب نکنید اما خوب کدید رام قدید برایدون رامو یکی بوزی هم گفتیم بود یافتیم بوزی تونستیم شو بوزی میکنه کنیم هیچی نیسته. نماینده فوتبال افغانستان با شور اشتیاق و مصمم برای حضوری بهتر در بازی برگشت تمرینات خود را انجام میداد. قیصری عزیز تیم دو روز است که دولت ریکاوری است و آقای بایر خودم دکتر تیم کوشش داره که بچه را پس آماده بسازه و با مالت اولشان امروز آخرین تمرین ریکاوری است و سر از تمرین صبح فردا صبح کارهای ما آغاز میشه و مو طبق کمبودیایی که ما در مسابقه احساس کردیم ریاضو برنامه جور شد الا 5 روز الا 6 روز دیگه که ما وقت داریم سر از اون نقاط ضعف خود کار میکنیم انشالله که بر بازی بعد همون نقاط ضعف که داشتیم با می کارهایی که ما در جریان پنج روز داریم حل شد. با توجه به مصدومیت حمیدالله یوسفزایی و همچنین تردید در رسیدن کاوش حیدری به بازی برگشت یاسین جعفری با صلاح دید کدر فنی شاهین آسمایی به دوشنبه خواسته شد تا در تاریخ 7 فوریه طلایی پوشان را همراهی کند. از روز جمعه 15 دلو هوای دوشنبه برفی شد و شرایط تمرین روی چمن وجود نداشت و همین دلیل تمرینات شاهین آسمایی در ادامه هفته تا روز بازی در جمنازیوم برگزار شد.
سه روز تا بازی دوم شاهین آسمایی مقابل حاصلات باقی مانده. بازی برگشتی که باز هم در استادیوم مرکزی شهر دوشنبه برگزار میشه، به دلیل بارش سنگین برف شاهین آسمایی نتونست در میدان اصلی استادیوم مرکزی شهر دوشنبه تمرین کنه. تمرین شاهین آسمایی آمد به یکی از ژیمنازیوم های شهر دوشنبه و در داخل ژیمنازیوم تمرین میکنه. فردا هم گفته میشه در داخل ژیمنازیوم تیم فوتبال شاهین آسمایی تمرین خواهد کرد. کادر فنی شاهین آسمایی با شناسایی نقاط ضعف بازی اول به ترمیم آنها پرداخت. کاوش حیدری که در لحظات پایانی بازی اول دچار مصدومیت شده بود، شرایط حضور در تمرینات را چند روز مانده به بازی برگشت پیدا کرد. پاس اینتنس دیگر چی نبود. سبو اگر بار میدان میگیرد ما همچنین، اگر نه بوچی همچنین. نونی که سبو دیگر روش بچی نشد. بسیار تاکتیک یک بار دیگر تاکتیک. سایز؟ کاپیتان از درود. تا بازی برگشت شاهین آسمایی مقابل حاصلات باقی مانده، تیم از روی بسیار خوبی برخوردار هست. انشالله بتونیم در بازی دوم نتیجه خوبی رو بگیریم، حاصلات رو ببریم و برای اولین بار در اولین حضور در رقابت‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به مرحله بعدی صعود کنیم. فردا انشاءالله که بازی برگشت ما است و بچه ها در این مدت یک هفته از حالات خوب برخوردار است و خوشبختانه که کاوش حیدری هم صحتمند شده و تمرینات خود در جریان چهار روز به خوبی پیش برده. بچه ها از روی خوب برخوردار است و همچنان نقاط ضعفی که در ما در مسابقه اول داشتیم سر از او صحبت شده و اونا نقطه چینی شده. اما بچه ها با مو نواقصی که داشتن پای بردن و انشالله که در این بازی مو نواقص را نداشته باشیم و یک بازی خوب نسبت به بازی اول ارائه کنیم. روز 18 دلو نشست مطبوعاتی تو تیم برگزار شد. در بازی برگشت با نظر کادر فنی سمیع‌الله محمدی در ترکیب اصلی حضور نداشت و بازوبند کپتانی به امرالدین شریفی رسیده بود. او در رابطه با بازی مقابل حاصلات چنین گفت: خب تیم حاصلات فکر می‌کنم تیم بسیار خوبی است. بازی اول هم همونطور که دیدیم
بسیار خوب فوتبال بازی کردن، نشان دادن که بسیار تیم خوب یک دستی هستن. شاید ما یکم شرایط محیطی برای ما تاثیر گذاشته باشه، شرایط جو زمین، شرایط تماشاگرها بوده ما یک ذره تاثیر گذاشته باشه و نتونستیم که بازی دلخواه ما رو انجام بدیم. در این بازی ما دیدی که نسبت به بچه های حاصلات داشتیم، آنالیز کردیم بچه ها را. در این بازی سعی میکنیم بهتر بازی کنیم. شانسی دسته هنوز 100% ما چانس داریم در این مسابقات، در این تورنمنت، چون نتیجه 1-0 نتیجه بسیار سنگینی نیست. ما هنوز امید داریم که بازی رو بتونیم ببریم. در ادامه این نشست سرمربی حاصلات که از نتیجه بازی رفت راضی به نظر می رسید، مسابقه مقابل شاهین را اینگونه ارزیابی کرد. البته بازی اولین که بود دسته شاهین اسمایی گذراندیم، بازی اول دیگه ایشون داد که اون او خطایی که در بازی گذشته بود، البته همین دیگو تحلیل بازی می شود. و گفتنی هم که پیش از بازی هم ما میدونستیم که دسته بد نیست، دسته شاهین اسمایی، لیکن در قسمی اول بازی و موبایل و تا آخری قسمی دویمی بازی البته برتری زیاد داشته، میتوانستیم که حسابی بازی رو هم دوچند کنیم. البته بار دیگر گفتنیم که تحلیل بازی شده میگذرد و اون من در بازی آینده البته در حیات دسته هم یا تغییرات هم میشوند. شب قبل از بازی برگشت بازیکنان در اتاق سرمربی گرد هم آمدند و بازی اول را یک جا تماشا کردند. تمامی نکات این بازی یک به یک به بازیکنان گفته شد تا طلایی پوشان با آمادگی بیشتر در برابر نماینده تاجیکستان قرار گیرند. نگاه کنید چند مرتبه ما کی را چیده بودم ریزوید روی با کی همینجا بازی میکنسیم. نگاه کنید نشانتیم توپا گرفتی الان نگاه کنید همجا رفتن در کور روزو، همین بچه در خدر رفتن در کور، هیچ کس نیست در سپای از کور کنید. بابا چکار میکنید؟ شما عریفو چکار میکنید؟ بابا باتا علی با کن، سه نفر اینجا بازش شما خوب کنید. در جریان هفته دوم حضور شاهین آسمایی در دوشنبه، هیئتی از مسئولین فوتبال افغانستان به رهبری کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال کشور در دوشنبه حضور یافتند. آقای کریم با بازیکنان و کادر فنی شاهین ملاقات‌هایی نیز داشت. امروز دومین مسابقه تیم شاهین آسمایی با تیم حاصلات تاجیکستان است در رقابت‌های کلب‌های آسیا. فکر کنم یه جاتر تکرار شده که در تاریخ افغانستان یک نقطه عطف است و این که برای اولین بار یک کلب افغانستان توانمندی دیر پیدا میکنه که در بازی های آسیایی اشتراک میکنه. این روند است، این روند باید ادامه پیدا بکنه. امیدوار هستم که امروز بچه ها بازی خوب نشون بدن. با بچه ها صحبت کردیم، دیدیم انشاءالله رویشان خیلی خوب است. امیدوار هستم که امروز یک نتیجه خوب و قابل قبول بر مردم ما ارائه کنند. له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يهده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله. نوزده ده الف روز مسابقه برگشت فرا رسید. شاهینی ها با دعا و نیایش خود را برای رفتن به سمت ورزشگاه آماده می کردند. تیم در حال حرکت به سمت استادیوم مرکزی شهر دوشنبه هست تا بازی برگشت خودش را مقابل حاصلات برگزار کنه. ان شاء الله نتیجه خوبی رو بگیریم. با ما همراه باشید از مسابقه دوم شاهین آسمایی مقابل حاصلات برای شما تصاویر و حاشیه‌های جذابی را نشر خواهیم کرد.
خب نیم ساعت تا آغاز مسابقه باقی مانده، باید ببینیم چه اتفاقاتی رو خواهد داد. تیم مصرف گرمکاری هست. گوینده ورزشگاه هم خوش آمد گفت به تیم مهمان این مسابقه، شاهین آسمایی. انشاءالله که این بازی در نهایت با برتری شاهینی ها و پایان برسه و ما جشن صعود به مرحله بعدی مسابقات رو بگیریم. مسابقه برگشت حاصلات با شاهین آسمانی ساعت 5 عصر به وقت دوشنبه و ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت کابل و با قضاوت بنیادی فرد از ایران برگزار می شد. بازی دوم در شرایطی که چیزی نزدیک به 6000 نفر در ورزشگاه حضور یافته بودند آغاز شد. نبردی که یا شاهین را به مرحله بعدی مسابقات می برد و یا اینکه وداعی می شد برای اولین حضور طلایی پوشان در جام کنفدراسیون آسیا. بازی برگشت بازی متفاوتی بود و این بار شاهین آسمایی که با یک تغییر نسبت به بازی رفت وارد میدان شده بود، نبض بازی را در اختیار گرفت. رضا علایاری موقعیت ضربه توسط پای چپ و رستم رضاوف توپ را میگیره در اختیار. در دقیقه 8 حاصلات اولین موقعیت خود را روی دروازه شاهین خلق کرد. پاس رو به عقب برای یور همتیمی، موقعیت برای حاصلات، بازم ضربه سر از یاران شاهین آسمایی، فرصت و از دهانه دروازه توپ را به بیرون میزنند. دقیقه 26 حاصلات حمله دیگری را روی دروازه شاهین آسمایی تدارک دید. جوناس پاس برای یار همتیمی، موقعیت برای حاصلات، فرصت برای گلزنی، موقعیت هنوز از دست نرفته موقعیت. حالا حمید حبیبی توپ را دور میکنه. نجم الدین طالبوف که سابقه هدایت دباستین سپی در لیگ برتر افغانستان را دارد و عنوان کمک مربی حاصلات در جام کنفدراسیون آسیا حضور داشت. او نکاتی را در جریان مسابقه به بازیکنانش گوش زد میکرد. مهمترین و جدیترین موقعیت مسابقه در نیمه اول برای شاهینی ها در دقیقه 38 به دست آمد که این فرصت با بخت و اقبال حاصلات و گل تبدیل نشد. حمید حبیبی پاس برای امرالدین شریفی، فرصت برای امرالدین و شاهین آسمایی، موقعیت و تیرک دروازه، تیرک دروازه مانع گلزنی شاهین میشه. چی فرصت از دست رفت برای شاهین آسمایی، بازم فرصت برای بازیکنان شاهین، موقعیت امرالدین شریفی. چی کار کرد امرالدین شریفی؟ در آخرین دقیقه 45 دقیقه اول شاهین آسمایی با سید محمد هاشمی روی توپی که از سمت چپ ارسال شد صاحب موقعیتی دیگر شد. فرصت و بازم دروازه‌بان، اشتباه دروازه‌بان و سید محمد. در نیمه دوم و در دقیقه 55 باز هم شاهین فرصت خوبی را برای گلزنی از دست داد. پیش می‌اندازم توپ را، موقعیت برای امرالدین شریفی. در شرایطی که تقریبا یک ساعت از زمان بازی سپری شده بود، شوت بازیکنان حاصلات با عکس‌العمل کاوش حیدری مواجه شد. امان الله سرداری شوت از راه دور و واکنش فوق‌العاده از کاوش حیدری. 5 دقیقه بعد باز هم حاصلات خطری را روی دروازه شاهین آسمایی ایجاد کرد. موقعیت برای حاصلات، فرصت داخل خط جزا و کاوش حیدری. بازم میگیره توپ را کاوش. شاهین آسمایی در دقیقه پایانی دو فرصت عالی برای زدن گل مساوی داشت که یکی را حمید حبیبی از دست داد و دیگری را سمیع الله محمدی. سمیع محمدی مثال برای امرالدین، موقعیت و چی کار کرد با این توپ حمید حبیبی؟ چی فرصت را از دست داد در دقیقه 86. عبدالرسول رحمانوف هم کارت زرد گرفت. موقعیت برای شاهین، امرالدین شریفی، فرصت برای گل مساوی، موقعیت امرالدین شریفی، فرصت برای سمع محمدی. شاهین در بازی برگشت همه کار کرد جز تمام کردن و به هدف زدن فرصت‌هایش. زنیدین شریفی هم تو پس پاش جدا شد میسل پایان و در مجموع در رفت و برگشت شاهین آسمایی بازی رو واگذار کرد و حاصلات فرخار تانست به دور بعدی رقابت ها راه پیدا کنه و شاهین آسمایی از گردنه این رقابت ها حذف.
علی اصغر لعلی مدیر تیم ملی فوتبال افغانستان که برای ارزیابی عملکرد بازیکنان شاهین آسمایی به دوشنبه آمده بود، در پایان از نمایش شاهینی ها ابراز رضایت کرد. امروز تیم شاهین آسمایی یک نماینده خوب از کلاب های افغانستان بود. در بازی امروز ما 5 شانس 100% داشتیم که متاسفانه از این شانس های خود نتونستیم استفاده کنیم. در غیر از اون ما باید به دور بعدی هم را پیدا میکردیم یا در مسابقه بعدی را پیدا میکردیم که همین باید شد که نتونستیم از شانس های خود استفاده کنیم. بازیکنان داخلی، یک تعداد زیاد بازیکنان خوب در میدان دیده شدن که میتونن در ترکیب تیم ملی جای بگیرن. من فکر میکنم که اولین باشگاه افغانستان به صورت خوبش از فوتبال افغانستان نمایندگی کرد و انشاءالله روی از این میتونیم ما روی از این سنگ ها میتونیم یک دیوار مستحکم را بنا کنیم. بازی برگشت شاهینی آسمایی حاصلات تاجیکستان 0-0 مساوی تمام شد. در مسابقه که شاهینی ها موقعیت های فراوانی داشتند که متاسفانه گل نشد. در مجموع دو بازی رفت و برگشت این تیم فوتبال حاصلات بود که با نتیجه 1-0 موفق شد که پیروز شود و به مرحله بعدی رقابت ها صعود کنه. حالا باید به این نکته فکر کنیم که چرا نمیتونیم در داخل افغانستان میزبانی کنیم و چرا نمیتونیم از حریفان پذیرایی کنیم در کابل یا هر شهر دیگری از کشور. امشب طرف تلخ فوتبال با شاهین آسمایی بود و شاهین علی‌رغم شایستگی که داشت نتونست به مرحله بعدی رقابت‌ها صعود کند. اولین حضور نماینده فوتبال افغانستان در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا، اگرچه با صعود این تیم به مرحله بعدی مسابقات همراه نبود، اما نشان داد که توجه به فوتبال باشگاهی و مساعد ساختن زمینه حضور در بازی‌های بین‌المللی می‌تواند به نتایج مثبت و درخشانی بیانجامد. سرمایه گذاری روی فوتبال باشگاهی هم به تیم ملی ما کمک خواهد کرد و هم باعث ایجاد انگیزه در بین تیم‌ها و بازیکنان برای ادامه کار می‌شود. حضور شاهین آسمایی در رقابت‌های جام کنفدراسیون آسیا آغازی شد برای حضور نماینده‌های بیشتری از فوتبال افغانستان در رقابت‌های آسیایی و برافراشتن بیرق مقدس کشور در این مسابقات. به پایان این سفر رسیدیم. اولین حضور شاهین آسمایی در رقابت‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا، متأسفانه شاهین علی‌رغم شایستگی که داشت نتونست به مرحله بعدی رقابت‌ها صعود کنه و ان شاءالله شما از این سفر فوتبالی لذت برده باشید. تا برنامه دیگر و سفر دیگر، وقت شما بخیر، خدا نگهدار.